درود و سلام بر شما به وبینار ما خوش اومدین. این وبینار به منظور راهنمایی کلی برای صاحبان اموال منقول و تجاری در تکمیل اظهارنامه مالیاتی برای سال 2022 تدارک دیده شده است. من آلنوس سرکسیان سرپرست بخش استاندارد دفتر امور ارزیابی مالیاتی لس آنجلس کاونتی هستم و این وبینار رو برای شما ارائه میدم. قبل از شروع لازم به یادآوری است که اطلاعات ارائه شده در این وبینار فقط به منظور راهنمایی کلی عموم و مالیات پردازان می باشد و هیچ گونه جنبه حقوقی ندارد و ما به شما توصیه می کنیم که از اطلاعات حرفه‌ای حسابداران و مشاوران امور مالیاتی خود برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه کنیم. هدف ما در این وبینار این است که خلاصه و راهنمایی کلی را در رابطه با چگونگی تکمیل و ارسال پستی یا الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اموال شخصی تجاری منقول را که ما آن را فرم 571L می نامیم برای اطلاع رسانی به شما ارائه دهیم. با تشکر از آقای جف پرانگ که این فرصت را به من دادن که در خدمت شما باشم. اول یک مرور کوتاه بر سیستم مالیاتی لس آنجلس کاونتی و مالیات بر اموال شخصی تجاری خواهیم داشت. اموال تجاری که مشمول مالیات می باشند چه هستند؟ مطابق تعریف کلی، اموال تجاری شخصی شامل تمام اموال به جز اموال غیر منقول، مثلا املاک و مستغلات می باشند. نمونه اموال تجاری محسوس که شامل این نوع مالیات می باشند عبارتند از ماشینالات و تجهیزات، لوازم و مبلمان اداری، تدارکات، کامپیوتر و امثالهم که در حین کار و کسب در لس آنجلس کاونتی شما به کار میبرید. اموال شخصی یا تجاری ملموس که شامل مالیات نمیباشند، شامل این گونه مالیات نمیباشند، مثالشان را میتوانیم اسباب اساس خانه، اسباب شخصی و موجودی های تجاری که در حین تجارت شما آنها را به فروش میگذارید هستند. این اقلام شامل مالیات نمیباشند. دارایی های نامشهود مانند پول نقد، حساب و دارایی های بانکی، اوراق سهام و قرضه، اسناد دارایی، اجازه نامه های تجاری مانند جواز فروش الکل و بیمه نامه ها هم مستثنا هستند و شامل مالیات بر امور تجاری شخصی نمی باشند. در این سلاید شما عکسایی را از نمونه های اموال شخصی تجاری که شامل این نوع مالیات می باشند مشاهده می کنید. برای مثال تمام عمده و خرده فروشی ها، انبارهای مربوطه، لوازم و تجهیزات آشپزخانه های تجاری و رستوران ها، ماشینالات و تجهیزات تولیدی، لوازم و اسباب و اساسی در دفترهای کاری مانند دفاتر وکالت، پزشکان، دندان پزشکان، بیمارستان ها و سایر موارد دیگر می باشند. تمام ماشینالات و تجهیزاتی که در حین کار شما به عنوان وسیله کاری و تولیدی از آنها استفاده می کنید شامل این نوع مالیات می باشند. شاید شما از ما سوال کنید که ما چگونه محل کسب کار یا بیزنس شما رو پیدا کردیم. ما از منابع مختلفی برای این کار استفاده می کنیم. همکاران من ارزیابهای این دفتر سالانه به بازرسی تمام نهادهای تجاری که در حوزه جغرافیایی تحت کنترل لس آنجلس کاونتی قرار دارند می پردازند. اطلاعات محل‌های کسب را آنها در دفاترشان به روز می‌آورند و تمام محل‌های تجاری که در حوزه مالیاتی ما قرار دارند شاید مورد بازرسی این افراد، این ارزیاب‌ها قرار بگیرند.
منابع دیگر که در ماد از آنها استفاده می کنیم اطلاعاتی است که از فرم‌ها و اظهارنامه‌های مالیاتی که به ما ارسال می‌گردند از آنها اطلاعات به دست می‌آوریم، از حسابرسی و ممیزی دفاتر تجاری مختلف، از فهرست و راهنماهای تلفن و راهنماهای متقابل، از ما میتونیم همچنین از مجوزهای مالیات بر فروش که از هیئت تساوی دولتی کالیفرنیا، کالیفرنیا استیت بورد آف اکویزیشن به دست میاریم این فهرست ها رو، مجلات تجاری، وبسایت های صنایع و محل های کسب و کار، سوابق مجوزهای شهری و اینها تنها مثال‌هایی هستند از منابعی که ما مورد استفاده قرار میدیم و محل کار و تجارت‌ها در LA County رو از آنجا کشف می‌کنیم یا به دست می‌آوریم. همچنین مجوزهای فروش نوشیدنی‌های الکلی هم که توسط بخش کنترل مجوزهای فروش الکولیک بیوریجز هستش، از اونها هم میتونیم این اطلاعات رو به دست بیاریم. فرم 571L، ما آن را 571L مینامیم، یا اظهارنامه مالیاتی اموال تجاری توسط هیئت دولت ایالت کالیفرنیا، کالیفرنیا بورد آف اکویزیشن، سالانه منتشر می شود. تمام محتویات و بخش های مختلف این فرم توسط بی او ای کنترل می گردند تا حوزه های مختلف در ایالت کالیفرنیا همگی به صورت یک نواخت از این فرم استفاده کنند. سوالات و دستورالعمل ها در سراسر ایالت یک نواخت می باشند. طبق قانون ایالت کالیفرنیا، هر شخص حقیقی یا حقوقی که مجموع هزینه اموال شخصی تجاریش حداقل 100,000 دلار می باشد، موظف است که این اظهارنامه مالیاتی اموال خود را نزد ارزیاب کانتی مربوطه ارائه دهد. چه ارزیاب یا اسسور آن را درخواست کرده باشد یا نه، تمام اشخاصی که همونطور که گفتم حداقل 100,000 دلار جمع کل هزینه اموال مالیشون باشه، باید این فرم رو پر بکنن. همچنین اگر درخواستی از اداره ارزیابی لاس آنجلس کانتی دریافت کرده اید، اگر چه مجموعه هزینه اموال تجاری شما به 100,000 دلار نرسد، اما چون شما این فرم رو از طرف ما دریافت کرده اید، شما ملزم به تکمیل و ملزم به تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیاتی به ما می باشید. پس بدون در نظر گرفتن اینکه چند هزار دلار مجموعه کل داراییتون میشه و به 100,000 دلار نمیرسه، طبق قانون شما موظف هستین که اون اظهارنامه رو فایل بکنین با ما، حتی اگر این مجموع به 100,000 دلار نمیرسه. چند تا مفهوم واسه شما میخوام توضیح بدم. مالیات بر اموال شخصی تجاری بر اساس یک تاریخ که ما آن را لین دیت مینامیم ارزیابی میشوند. این تاریخ برابر است با ساعت 12:01 نیمه شب اول ژانویه در هر سال. تمام دارایی شخصی تجاری شما که صاحب آن هستید و یا در اختیار و کنترل شما در این تاریخ می باشند و در حوزه جغرافیایی LA County قرار دارند، باید در این اظهارنامه ذکر شوند و مشمول بر مالیات بر اموال شخصی تجاری می باشند و هزینه ها و اطلاعات مربوطه بر اساس این تاریخ در این فرم به ما اعلام می شوند و ما از آنها استفاده می کنیم تا محاسبات ارزیابی رو بر اساس آنها انجام بدهیم.
همچنین من میخوام در مورد چند تاریخ مهم با شما صحبت کنم. اولین تاریخ، تاریخ سررسید برای تسلیم اظهارنامه های سالانه دارایی شخصی تجاری می باشند که هر سال سالانه اول اپریل آن سال تاریخ سررسیده. برای سال 2022 هم همین تاریخ، تاریخ اول اپریل، تاریخ سررسید برای تسلیم اظهارنامه سالانه دارایی می باشند. ولی باید این تذکر رو به شما بدم که پایان مهلت سالانه برای ارسال اظهارنامه مالیاتی برای اینکه شامل جریمه دیر کرد نباشید، ساعت 5 بعد از ظهر می 7 یا 7 می می باشد. اما در هر سال اگر این تاریخ 7 می همزمان با آخر هفته، یعنی روز شنبه یا یک شنبه باشد یا یک روز تعطیل رسمی باشد، آنگاه روز کاری بلافاصله بعد از آن پایان مهلت ارسال اظهارنامه می باشد تا شامل جریمه دیر کرد نشوید. چون امسال تاریخ 7 می به روز شنبه موکول شده است، پایان مهلت پست یا پست الکترونیکی اظهارنامه به دوشنبه 9 ماه می ساعت 5 بعد از ظهر موکول می شود. بنابراین اگر تا ساعت 5 بعد از ظهر می 2022 شما اظهارنامه را پست یا به صورت الکترونیکی ارسال بکنین، شما مشمول هزینه دیر کرد نخواهید. اگر بعد از این تاریخ شما اظهارنامه شما را دریافت بکنیم، جریمه دیر کرد به مقدار 10% بر عدد ارزیابی شده اضافه میشه. این 10% بر اساس 10% ارزش ارزیابی شده است، نه هزینه اعلام شده. صورت حساب ها یا قبض های مالیاتی دارایی شخصی تجاری که بر لیست مالیاتی اموال منقول در تاریخ 30 جون 2022 ثبت می شوند، سررسیدشان تاریخ 31 آگوست 2022 می باشد. برای شما، برای مالیات پردازان، این تاریخ آگوست 31 خیلی مهم می باشد و شما باید سعی خودتون رو بکنین که حتما این قبضهای مالیاتی را قبل از این تاریخ یا حداکثر در تا این تاریخ، تاریخ 31 آگوست پرداخت بکنین تا هزینه دیر کرده پرداخت به شما واجد هزینه دیر پرداخت دیر پرداخت کردن نشوید. اظهارنامه هایی که شما واسه ما با پست الکترونیکی یا به وسیله پست به ما ارسال می‌دارین، این اظهارنامه ها سندهای محرمانه هستند و عموم به آن دسترسی نخواهند داشت. این اظهارنامه ها تنها می توانند توسط صاحبان تجارت ها یا کسب ها یا نماینده های قانونی آنها که مجاز به بررسی آنها توسط شما هستند می تونن بررسی بشن. فرم هایی که برای اعلام یا مجوز نمایندگی وجود دارن، شما می تونید به وسیله پر کردن این فرم ها به اشخاص حقوقی یا حقیقی دیگر اجازه نمایندگی مجاز خودتون رو اعلام بکنید و به ما رسماً اعلام بکنید که ما مجاز هستیم که این فرم ها رو با اونها به اشتراک بگذاریم، وگرنه این فرم ها محرمانه هستن و فقط شما و ما از آن می تونیم استفاده بکنید. در این قسمت به جزئیات چگونگی پر کردن فرم‌های اظهارنامه‌های مالیاتی برای صاحبان تجارت‌ها در سال 2022 می‌پردازیم.
در این سلاید من صفحه پشت و روی فرم 571L رو برای شما نشون میدم. در سمت چپ این سلاید شما عکس روی این فرم یا فرانت پیج رو میبینید و در سمت راست عکس پشت این فرم یا صفحه پشتی رو واسه شما نمایش دادم. قسمت اول صفحه شامل اطلاعات عمومی در مورد بیزنس ها می باشن. بعد از قسمت اول ما به بخش های دیگه می پردازیم و آخرین بخش این قسمت شامل اعلامیه یا تایید و امضای شما هستش که به ما قانونا اعلام می کنیم که شما تمامی این فرم رو مورد استفاده قرار دادین و اظهارنامه خودتون رو تایید میکنین. بنابراین بالای صفحه اطلاعات مربوط به نام رسمی محل کسب و همچنین نام معرف یا Doing Business از DBA هستش، آدرس محل کارتون، آدرس پستی برای مکاتبات. اگر شما نیاز به اصلاحات این اطلاعات دارین، شما میتونین یه خط خیلی باریک روی اطلاعاتی رو که میخواین آپدیت بکنین یه خط کمرنگ بکشین و اطلاعات صحیح رو در زیر آن یا در قسمتی که بلانک هستش واسه ما بنویسین. همینجور که گفتم قسمت چپ صفحه روی فرم هستش و قسمت راست صفحه سلاید پشت این فرم رو نشون میده و این فرم پشت و رو هستش. حالا من از نزدیکتر این فرم رو به شما نشون میدم. این بخش اول فرم هستش. این بخش اول اطلاعات عمومی است. سوالاتی مانند این که چه اسم تجاری شما یا این شرکت یا مغازه یا محل فروش چه هست و در کجا قرار گرفته. این قسمت از صفحه برای محل قرار گرفتن بیزنس هستش. آدرسی که در این قسمت در سمت چپ این فرم شما مشاهده میکنین آدرس پستی هستش و اگر این آدرس با آدرس محل بیزنس فرق داشته باشه، شما میتونین اینجا این آدرس رو درج بکنین. یک شماره داریم به نام شماره کمپانی یا شماره تجاری که یک عدد 10 رقمی هستش و این عدد 10 رقمی به شما نشون میده که شماره کمپانی شما با یا فایل شما در اداره ما چی هستش. همچنین در بالای این صفحه شما میبینین که کدوم یک از دفاتر ما مسئول ارزیابی شرکت شما یا محل کسب شما هستند. همانطور که عرض کردم، اگر شما فرض کنین اگر محل تجاری شرکت شما یا مغازه شما فرق کرده، شما میتونین این اصلاحات رو انجام بدین. شما میتونین یه خط کوچولو روی این بکشین، ولی سعی بکنین که ما بتونیم اطلاعات درج شده زیر خط رو بخونیم و در خطهای بعدی شما میتونین اطلاعات جدید رو اصلاح کنین. همچنین برای اصلاح آدرس پستیتون همین کار رو میتونین بکنین. میتونین یه خط کوچولو روی قسمتی که درست نیستش بکشین و اطلاعات صحیح رو به ما ارائه بدین. بخش اول یا اطلاعات کلی این
اظهارنامه. سوالاتی رو شامل میشه مانند در صورت لزوم با چه کسی باید تماس بگیریم، اطلاعات تماس با کسی که میتونیم باهاش صحبت کنیم، اگر سوالی داریم ازشون بپرسیم، نوع تجارت، اسم، نام رسمی بیزنس، شماره تلفن بیزنس، اگر فکس شماره فکس هستش اینجا شما میتونین ارائه بدین. برای ما خیلی سودمند هستش اگر ما ایمیل ادرس شما رو داشته باشیم و بتونیم مکاتبات رو با استفاده از ایمیل ادرس با شما در میان بذاریم. در سوالات 30 بعدی از شما پرسیده میشه که آیا شما صاحب زمین هم هستین و آیا شما این بیزنس رو در این مکان در چه تاریخی شروع کردین. دیگه محل قرار گرفتن دفاتر حسابداری شما کجا هستش و ادرسش کجاست و اگر قبلا شما از یه جای دیگه به این منطقه منتقل شدین آدرس قبلیتون کجا بوده و شماره همونطور که گفتم شماره تلفن فرد یا اشخاصی رو که ما میتونیم برای مکاتباتی درباره و مکاتبات و سوالاتمون در مورد مالیات ها یا حساب های شما با اونا در میون بذاریم. در این قسمت اطلاعاتی در مورد تغییر در اشخاص کنترل کننده سهام یا پارتنرشیپ در این قسمت شما با ما در میان میذارین. آیا نهادهای حقوقی یا صاحب اموال غیر منقول در محل نسبت سهامشون فرق کرده یا نه؟ با پاسخ دادن به این سوالات شما ما رو راهنمایی می‌کنین که آیا این قسمت عوض شده یا نه. یعنی به طور خلاصه آیا نهاد حقوقی در دوره تاریخی ژانویه تا دسامبر 31/2021 تغییر در کنترل داشته یا نه و آیا نهاد حقوقی صاحب اموال غیر منقول در محل هم می باشد یا خیر؟ اینم از این قسمت. حالا در قسمت دیگه، در قسمت دوم این فرم، شما در مورد اموالی که به شما تعلق نمیگیرن، یعنی ببخشید، اموالی که شما صاحب یا در کنترل دارین، در این قسمت شما این اموال رو به ما ارائه میدین. این اموال شامل سپلایز یا تدارکات کسب و کار میباشن. شما باید مقدار در دست سپلای یا تدارکات رو در خط اول که توسط پیکان نشون داده شده برای ما درج کنیم. اگر شما قبلا این اظهارنامه رو پر کردین و فرضاً اگر سال قبل یه عددی رو به ما گفتین، احتمالاً این عدد در این قسمت چاپ خواهد شد و شما میتونین این عدد رو بدون تغییر، اگر تغییر نداشته باشه، همون رو استفاده بکنین یا اگر اضافه یا کم شده باشه در این ستون شما گزارش درست رو به ما بدین. سطر دوم از قسمت دیگه به این سطر، به این
سل ارجاع میشه و اون از هزینه کل تجهیزاتتونه که از صفحه بعدی به اینجا منتقل میکنین. اگر شما به خط شماره 38 مراجعه بکنین، از اونجا میتونین این عدد رو به این صفحه انتقال بدین. برای تجهیزاتی که شما به اونا رو به اجاره به دیگران دادین، شما این قسمت رو باید یه جدول دیگه اتچ بکنین یا جدول دیگه ای رو برای اون استفاده کنین و به اظهارنامه مالیاتی خودتون اضافه کنین و جمعش رو اگر وجود داره در این قسمت بنویسین. سطر چهارم مربوط از خط شماره 63 این فرم به این سل منتقل میشه که شما بعداً اونو میبینین. در مورد ساخت و ساز در حال انجام یا construction in progress، خط 5 رو باید استفاده بکنین و ما حتما توصیه میکنیم که فهرستی از جزئیات این construction in progress رو واسه ما بفرستین، برای اینکه ارزیابهای ما بتونن عقیده درستی از این داشته باشن که آیا کل هزینه CIP یا construction in progress قابل ارزیابی است یا قسمتی از آن به ساختمان و زمین مربوط میشه و قابل ارزیابی توسط ما نخواهد بود. اگر شما بیزنسی هستین که بعضی از بیزنس ها مثلا بانک ها یا گالف کورس ها و بیزنس های متفاوتی که ما با سرشون سکیجل ای تهیه دیدیم، اونها باید هزینه کل به سکیجل ایشون رو روی این سل ثبت کنن. این هم از این. خب بریم و صفحه بعدی رو بیایم نگاه کنیم. Give me one second. Okay. خیلی خوب. حالا بیاین صفحه پشت یا سکیجول A و بعداً سکیجول B رو با هم یه مروری بهش داشته باشیم. خب اینجا ما ستون‌های مختلفی رو مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات و اسباب اداری و بقیه موارد در این سکیجول A، ما اون رو سکیجول A یا فهرست الف می‌نامیم و اینجا شما برای باید کاست دیتیل مربوط به این ماشین‌آلات رو درج کنید. فرضاً در این قسمت شما هزینه کسب ماشین‌آلات برای تجارت مخصوص تجارت خودتون رو بر اساس تاریخ کسب اون ماشین‌آلات به ما اعلام می‌کنین. اگر در سال 2013 شما دو نوع ماشین فرزن موری سیکی و کیتامارو رو به هزینه 20,455 دلار و 54,550 دلار خریدین، اینا رو با هم جمع میزنین و جمع رقم رو در قسمت کاست 2013 به ما اعلام میکنین. حالا بعضی اوقات اتفاق میفته که یک ماشین دیگه از رده تولید خارج میشه و اونو از یا میفروشین یا دیسپوز میکنین. این مورد رو باید از همون سال کم کنین. یعنی فرضاً اگر فرض کنین در تاریخ جولای 1 2021 اگر ماشین کیتامارو رو شما از رده خارج کردین،
باید این 54,550 دلار رو از این حساب 75,005 دلار کم کنین و در این قسمت شما یه خط کوچولو روی این بکشین و اینو تصحیح کنین. در این سلاید من نشون دادم که اون 50,000 رو ما از هزینه کل برداشتیم و باقی مانده رو 20,455 رو روی در تاریخ 2013 اعلام کردیم. همچنین وقتی این رقم رو شما تغییر بدین، خب حساب کل یا جمع کلش هم تغییر خواهد کرد و باید یه خط کوچولو روی جمع کل بزنین و رقم صحیح رو به ما اعلام بکنین. دیگه در قسمت ستون بخش دوم مربوط به اسباب و اساسه اداری و اسباب و اساسی تلفن، چه میدونم، مبل، میز، صندلی، اینا همه اسباب اساسی اداری هستند و این قسمت رو برای اعلام هزینه های این موارد شما باید استفاده بکنید. سایر لوازم، فرضاً در این مورد ما فورکلیفت رو اینجا واسه شما توضیح میدیم. اگر فرضاً شما به غیر از اسبابی که در قسمت اول و دوم دارین اسبابی دارین که فکر میکنین که در دو طبقه بندی قبلی قرار نمیگیرن، اینو در قسمت سوم واسه ما درج میکنین و طبق دوباره بر اساس تاریخ خرید اون وسایل هزینه‌شون رو به ما اعلام میکنین. همچنین tools, molds and dies، تدارک تدارکات دیگه‌ای که در بیزنس استفاده می‌کنیم، کامپیوترهایی که کامپیوترهای شخصی هستند یا کامپیوترهایی که هزینه کسبشون 25,000 دلار یا کمتر هستش و کامپیوترهای شبکه‌های محلی یا local area networks رو در قسمت 5B یا 5B شما اظهار میکنید. اگه یادتون باشه من در سلاید قبلی گفتم در سطر 38 این رقم رو به قسمت روی صفحه باید منتقل کنین. منظورم این حساب کل سکیجول A بود که در سطر 38 قرار داره و اینو شما باید به قسمت اول منتقل بکنید. من اینجا در این سلاید یه نمونه ای رو از اگر شما قبلاً با ما یه اظهارنامه‌ای رو در سالهای گذشته پر کردین و فرستادین، به احتمال قوی وقتی که شما به وسیله پست اظهارنامه‌تون رو دریافت می‌کنین، عددهایی رو از قبل چاپ شده در این قسمت اسکیجول A شما می‌بینین. این عددها مربوط به هزینه‌هایی هستند که قبلاً شما به ما اعلام می‌کنین، ولی با شما اگر هیچ تغییری نداشته باشه، شما می‌تونید همین ارقام رو به این ستون منتقل بکنین و اگر تغییراتی داده شده می‌تونین یه خط کوچولو، خیلی کوچولو روی هزینه بکشین و عدد ادیت شده یا تغییر کرده رو برای ما توضیح بدین و جمع کلا رو درست بکنین و بعد از تصحیح همه ارقام و همچنین اعلام
کسب اگر ماشین آلات جدیدی رو در سال 2021 برفرض شما کسب کردین اینا رو اضافه بکنین، یا مثل موردی که واسه شما توضیح دادم اقلامی رو که از رده خارج کردین از حساباتون از خط تولیدیتون اینجا درج کنین و بعد از اینکه تمام این ارقام رو جمع کردین در سطر 38 قرار بدین و در قسمت اول منتقل بکنین. لازم به تذکر میدونم که اگر شما ماشینی دارین یا کامپیوتری دارین که از حساباتون اونا رو مستهلک کردین و خارج کردین ولی همچنان در حال استفاده از اونا هستین، اونا رو نباید از هزینه‌تون کم کنین. تنها ماشین آلات یا لوازمی رو از حساباتون کم می کنین که از رده تولیدی خارج شده. که راجب امکاناتی هستش که شما به صورت اجاره یا به صورت قرارداد فروش به دیگران دادین، این خط شامل این اقلام هستش. مثلا اگر شما بر اساس بیزنسی که دارین، فرضاً شما ماشین لباسشویی به آپارتمان ها اجاره میدین، این قسمت یا سطر سوم برای گزارش دادن این قبیل اموال و تجهیزات میباشد. بنابراین در سطر سوم تجهیزاتی که توسط قرارداد اجاره مالی یا قرارداد اجاره فروش به صورت اجاره ماهیانه در اختیار دیگران قرار دادید و به ما اعلام بکنید. تجهیزاتی که برای اجاره دادن نگهداری شدن توسط شما ولی حتی اگر در حین تجارت یک بار شما اونها رو مصرف کردین، اونا رو هم باید گزارش بدین. همچنین تجهیزات و وسایلی را که در اصل برای اجاره به دیگران نگهداری کردین یا موجودی شما باشن ولی شما هیچ وقت از آنها استفاده یا قصد استفاده آن را در حین تجارت ندارین، این اقلام از معافیت مالیات معاف می باشن و شما لازم ندارین اینا رو گزارش کنین. برای وسایلی که در سطر سوم گزارش می کنید باید تمامی اطلاعات مربوطه رو با جزئیات کامل گزارش کنید. این جداول یا فهرست اطلاعات زمینه شده باید شامل کل اطلاعاتی مثل نام، آدرس طرف مورد معامله، تاریخ مالکیت یا احتساب، محل قرار تجهیزات، تعداد و شهر و امثال هم باشد. در مورد این من صحبت کردم که تمام جزئیات مربوط به قرارداد اجاره نامتون رو باید هر سال به ما ارائه بدین و این سلاید دوباره همون رو تکرار میکنه که تمام فهرست تمام جزئیات پرسیده شده رو شما باید ارائه بدین. در این قسمت ما راجع به سکیجول بی داریم صحبت می کنیم. سکیجول بی قسمت پایینی پشت صفحه است و این سکیجول بی شامل ستون‌هایی هستش که برای ساختمان هستش. بنابراین اسکیجول بی ستون اولش تمام اقلامی میشه که اقلام ساختمانی هستن و ستون دوم برای اقلام بهسازی برای ساختمان نیستن و برای قصد به هدف استفاده در تجارت اینا رو شما اضافه کردین، اینا رو در این قسمت باید به ما
گزارش بدیم. برای اینکه این دو ستون یک کمی واسهتون روشن بشه که چه چیزایی رو در ستون اول و چه چیزایی رو در ستون دوم باید قرار بدین، من توصیه می کنم که حتما دستور العمل اظهار مالیاتی رو بخونین، چون در این دستورالعمل توضیحات خیلی خوبی واسه شما ارائه شده. فرضاً air condition یا لوازم تهویه کننده هوا، اگر این لوازم تهویه برای گرد و سرم کردن ساختمان برای افراد می باشه، اونا در قسمت structure باید اعلام کنید. ولی اگر هدف آن گرمایش یا سردنگهداری محصول یا کالا باشه و به منظور تجاری کسب شده باشه، اونو ما fixture محسوب می کنیم و هزینه مربوطه رو در ستون دوم باید برای ما به ما اعلام بکنید. همچنین مثلا بویلر ها یا دیگ های بخار مثال دیگه هستن. اگر دیگ های بخار برای سرد و گرم کردن ساختمان یا آب رسانی به ساختمان هستن در قسمت اول، اما اگر برای پروسس و تجارت در نظر گرفته شدن در قسمت دوم باید لیست بشن. بنابراین جرثقیل های رونده، دیک های بخار برای نوع پروسه، سیم کشی با فشار قوی برای پروسه، لوله کشی های خاص برای پروسه، فرضاً لوله کشی ها در دندان، در مراکز دندان سازی یا دکترهای دندان پزشکی، ساینس و نشانه هایی که برای تجارت به کار میبرین، همه اینها مثال هایی هستن از لوازمی که ما آنها را فیکسچر مینامیم و شما باید از قسمت دوم این اطلاع نامه استفاده بکنین و اونها رو برای ما بفرستین. در قسمت سوم، اگر هزینه های بهینه‌سازی برای زمین شما انجام دادین در این قسمت و برای دستیابی زمین یا مربوط به زمین هستند، در قسمت چهارم اینا رو باید به ما لیست کنید و برای ما بفرستید. خیلی خوب. بنابراین ما راجع به فیکسچر ها توضیح دادیم و برای ما به عنوان وقتی ما ارزیابی میکنیم این ارقامی رو که در قسمت دوم به عنوان فیکسچر به ما شما اعلام میکنین، اونها مورد ارزیابی قرار میگیرن و شامل محاسبات قرار میگیرن. در این سلاید دوباره من مثل این که شتاب کردم و در سلاید قبلی اینا رو واسه شما توضیح دادم، همون توضیحات قبلی من در مورد وسایل تهویه، بویلرها، آسانسورها، اگر آسانسورهای ساختمانی می باشن خب استراکچر هستن، ولی اگر آسانسورهای به منظور اسباب و ماشینالات به کار می برن یا جرثقیل های رونده هستن، اینا فیکسچر محسوب میشن. و دوباره در این سلاید شما نمونه هایی از این موارد رو می بینید. همچنین در این سلاید ما یه سکیجول دیگری رو به شما نشون میدیم. ما این رو سکیجول supplemental schedule for reporting نامگذاری کردیم و این سکیجول BOE 571D هستش و برای تمام اقلامی که در فهرست B یا سکیجول B شما
به ما لیستش رو میفرستین. اگر اضافه اقلامی رو اضافه یا کم کردین از این لیست، شما میدونین شرحش رو در این با استفاده از این اسکیجول واسه ما بفرستین. این اسکیجول به ما کمک میکنه در تجزیه و تحلیل که ببینیم آیا این اقلام اضافه، این اقلام اضافه شده یا کم شده، باید شامل اون قبض مالیاتیتون بشن یا از قبض مالیاتیتون در میان کم میشن، کسر میشن. بنابراین تمام اقلامی رو که در مورد ساختمان و fixture like structure and fixture شما کسب کردین جدیدن یا از رده خارج کردین، روی با استفاده از این فرم به ما لطفاً گزارش کنیم. اگر یادتون باشه ما در سلاید های قبلی یک سطری داشتیم، سطر پنجم، و اون سطر پنجم مربوط به construction in progress بود و ما گفتیم که construction progress چی هستش، ولی دوباره اینجا در این سلاید به شما یادآوری میکنیم که حتما یه جزئیاتی را برای ما در مورد construction in progress بفرستین و این به ما امکان میده که ما تجزیه و تحلیل بکنیم و ببینیم که آیا کل رقم گزارش شده به عنوان construction in progress قابل ارزیابی برای مالیات هستش یا باید مواردی رو از آن کسر بکنیم، مثلا مواردی که به ساختمان میشن یا مواردی که structure از تقسیم بندی میشن، اونا رو ما باید از این رقم کل خارج کنیم. بنابراین اگر شما لیست رو هرچه لیست مشخص تری برای ما بفرستین و ارائه بدین تمام جزئیات رو، به ما کمک میکنین و این برای شما هم کمک هستش که مشمول مالیات اضافی نشوید. اینجا فرضاً این یک مثال است از یک کمپانی، فرضاً کمپانی شماره 1 2 3 4 5 6 و 4-0 که این لیستینگ CIP خودشون رو به شهر تقسیم کردن و به ما اعلام کردن که چه چیزهایی شامل لیستینگ CIP شون که در سطر پنجم به ما گزارش دادن شامل این لیستینگ شده بود. در قسمت سلایت های قبلی همچنین در مورد سطر ششم و alternate schedule A من با هاتون صحبت کردم و گفتم که بعضی از تجارت ها علاوه بر 571L یک فهرست و یک schedule دیگه ای رو برای ما میفرستن و این به ما کمک میکنه که تقسیم بندی درستی برای اموال آنها داشته باشیم. این تجارت ها میتونن مثال هایی از این تجارت ها بانک ها، کمپانی های بیمه، کمپانی های مالی، بولینگ سنتر ها، محل شستشوی ماشین ها، تئاتر ها، هتل ها و موتل ها می باشن. مثلا در این سلاید من یک نمونه رو که مربوط به بانک ها هستش در این سلاید به شما نشون دادم. فرضاً این فرم برای بانک ها شامل دستگاه های ATM یا خودپرداز هستش، دستگاه های سپرده شبانه، خزانه های بانکی، صندوق ها، درپای مخصوص صندوق های بانکی. این اقلام اینجا در با استفاده از alternate schedule A for banks and financial corporations به ما اعلام میشه.
قسمت سوم، حالا بیاین قسمت سوم اظهارنامه مالیاتی رو برای شما توضیح بدم. این قسمت سوم مربوط به لوازم یا تجهیزاتی میشه که شما از دیگران به با پرداخت اقساط ماهیانه دریافت کردین. اینا میتونن دو نوع باشن، یا اقساط ماهیانه رو میپردازین و در آخر شما صاحبش میشین که ما به اون میگیم فاینانشل لیست، یا اصلا اجاره‌ای هستن و شما فقط اجاره ماهیانه رو تا وقتی که اون تجهیزات رو در اختیار دارین میپردازین و وقتی هم دیگه نخواستین اون ماشینالات یا تجهیزات رو استفاده بکنین به صاحبش برمیگردونین. بنابراین این قسمت پارت 3 رو لطفاً برای گزارش این اقلام استفاده بکنین. مثال این اقلام میتونه ماشین لباسشویی و خوشکن باشه، کاپیر باشه، زیراکس ماشین، فاکس ماشین، شاید تلفن، شاید شرکت‌هایی باشن که کامپیوترهای خودشون رو از دیگر مؤسسات رنت میکنن یا اجاره میکنن. بنابراین این قسمت رو برای اعلام این قبیل اسباب و تجهیزات و ماشینالات و گزارش دادن آنها استفاده بکنیم. توجه داشته باشین که اگر شما اسبابی رو دارین که همونجور که گفتم شما قسط ماهیانه میدین و در آخر شما صاحب اون وسیله میشین، اونا رو هم در اینجا باید ارائه بدین و این اقلام رو در سکیجول A یا B که قبلا توضیح داده شد اونجا ریپورت نکنین. قسمت بعدی یا قسمت آخر صفحه روی اظهارنامه مربوط به گواهی است که توسط شخص مورد ارزیاب به ما ارائه میشه. خیلی مهمه که شما نام حقوقی و یا اسم ایجنتتون رو که این فرم رو برای شما ارائه میده اینجا برای ما درج کنین، تاریخ بذارین و حتما امضا کنین. این امضا باید امضای خیس باشه و وگرنه معتبر نخواهد بود. برای ما خیلی مهمه که فرم مالیاتی شما تاریخ و امضا بشه. همونجوری که گفتم اظهارنامه شما بدون امضا معتبر نخواهد بود. همچنین شما در این قسمت شما به ما میگین که چه کسی اجازه داره این فرم رو امضا بکنه و از نظر ما شخص صاحب تجارت و یا امانتدار منتصب و یا نماینده مجاز شما فقط میتونه این قسمت رو امضا و پر بکنه. وقتی شما فرم رو کاملا پر کردین، قبل از ارسال آن اطمینان حاصل کنین که تمام مجموع هزینه های اعلام شده در صفحه اول با ستون های مربوطه همخوانی دارد. اگر شما فهرست و یا جداول دیگری یا فرم خودتون رو ضمیمه می کنین، فرم های ضمیمه شده بایستی با فرمت فرم های ما همخوانی داشته باشن. رجوع کنید به فهرست و جداول اسکیجول A و B و فرمت های استفاده شده رو سعی کنید دنبال کنید. اگر صفحات اضافی یا فهرستی ضمیمه میکنین، حتما یه جمله ای واسه ما نشون بدین به نام like see attached schedule تا توجه ما رو به ضمیمات اظهارنامه‌تون جلب بکنین. لطفاً به فهرست ضمیمه توجه کنین و روی صفحه اول فرم این جمله رو که سی اتچ اسکیجول حتما درج کنین. اگر برای پر کردن این فرم از سافت‌ویر یا نرم افزار
نرم افزار مالیاتی یا برنامه خاصی استفاده کردین، فرم اظهارنامه دریافت شده اصلی رو حتما امضا و تاریخ بکنین و ضمیمه اظهارنامه خودتون بکنین تا اظهارنامه معتبر باشه. اگر شما دسترسی به فرم اصلی ندارین با ما تماس بگیرین و همکاران ما به شما کمک خواهند کرد که فرم اصلی رو به دست بیارین. همچنین توجه داشته باشین که تمام ارقام رو به نزدیکترین رقم به دلار گرد کنین. سنت ها رو به نزدیکترین عدد کامل به دلار به ما گزارش بدین. حتما یادتون باشه که یه کپی برای خودتون نگه دارین که بتونین بعداً به اون مراجعه بکنین. اگر یادتون باشه من یه سلایدی به شما نشون دادم که اگر قبلا شما ارقامی رو گزارش دادین و ما فرم به شما میفرستیم، ارقام گزارش شده توسط ارزیاب در ستون‌های مربوطه درج شدن. شما اونها رو به عنوان عقیده خودتون استفاده نکنین. هزینه درست رو در ستون مربوط به خودتون ریپورت بکنین. اگر مایل هستین که بعد از کار کرده حساب‌های شما و محاسباتی که انجام دادیم یک کپی از محاسبات ما رو برای شما بفرستیم، شما میتونین یک پاکت تمردار شامل تمردار و که آدرس خودتون رو روی اون درج کردین شامل اظهارنامه بکنین و از ما درخواست کنین که یک کپی از محاسبات مالیات ارزیابی شده رو برای شما بفرستیم. اگر شما اظهارنامه چاپ شده ای دریافت کردین و سوالی دارین با شماره تلفن های ما که در بالای صفحه اول اظهارنامه تون هستش تماس بگیرین و ما حتما به شما کمک میکنیم. اگر شما اظهارنامه ای دریافت نکردین و این سال اولیه که تجارتتون رو شروع کردین، شما میتونین اظهارنامه های بلانک رو از وبسایت ما دانلود بکنین و اونها رو پر کنین و برای ما بفرستین. بنابراین لطفا یادتون نره که حتما باید قسمت دیکلریشن رو با تاریخ و امضای رسمی برای ما بفرستین تا اظهارنامه تون معتبر باشه. این سلاید رو براتون من توضیح دادم، گفتم که ارقام رو به نزدیکترین دلار گرد کنین. اگر از سافر استفاده کردین حتما یادتون باشه که صفحه اصلی رو که تاریخ و امضا کردین ضمیمه اظهارنامه‌تون بکنین. اگر شما فهرست و جداول دیگه ای ضمیمه کردین حتما روی صفحه اول بنویسین سی اتچ اسکیجول و حتما سعی کنین مطمئن باشین که تمام ارقام و حساب‌های کل با هم همخوانی داشته باشن و همچنین یک کپی برای خودتون استفاده بکنین. اگر دوست دارین که محاسبات ما رو یه کپی ازش بگیرین، حتما یک پاکت با تمر مربوطه و آدرس برای ما ضمیمه اظهارنامه بکنین و از ما بخواین که بعد از اتمام پروسه و محاسبات یک کپی برای شما بفرستیم. ما 4 منطقه برای ارسال خدمات شما در قسمت‌های مختلف LA County داریم. در این سلاید من آدرس و شماره تلفن‌های دفاتر ارزیابی رو در این سلاید برای شما به نمایش گذاشتم. بستگی به این که تجارت شما یا مرکز یا مغازه شما یا محل کارتون
کجا قرار داره به یکی از این شعب میتونین مراجعه بکنین و یا تلفن بکنین و اطلاعات مربوطه رو ازشون برای سوال و جوابهای جزئی تر ازشون بپرسید. در قسمت دوم من برای شما میخوام توضیحاتی رو راجع به فایل الکترونیک اظهارنامه مالیاتی با استفاده از سامانه الکترونیک دفاتر مرکز ارزیابی توضیح بدم. سیستم الکترونیکی یا فایل اینترنتی اظهارنامه مالیاتی LA County از سال 2002 شروع به کار کرده است. در طی سال قبل 2021 مرکز ارزیابی مالیاتی ما بالغ بر 118,000 اظهارنامه دریافت و بر اساس آن محاسبات مالیاتی را انجام داده است. از این تعداد 82,000 مرکز تجاری واجد شرایط فایل الکترونیکی بودند که از این تعداد واجد شرایط 42,000 فایل به صورت الکترونیکی ما دریافت کردیم و اونها رو مورد ارزیابی قرار دادیم. بقیهشون صلاح دیدن که با پست فایل اظهارنامه‌شون رو به ما بفرستن. مراجعینی که از این امکان استفاده کرده و اظهارنامه‌های مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی به ارسال نمایند، تسهیلاتی واسهشون ارائه شده که در سلایدهای بعدی واسه شما من توضیح میدم. ولی این فایل الکترونیکی بسیار آسان هستش و اگر شما اظهارنامه مالیاتی از ما دریافت کردین و اگر واجد شرایط باشین، یه پین نمبری هست که میتونین با استفاده از این امکان فایل الکترونیکی استفاده بکنین. ابتدا اینکه در اظهارنامه ارسال شده از طرف ما، اگر همچنان که گفتم اگر شما واجد شرایط باشین، در سمت چپ قسمت اول یک شماره کلیدی یا پی نمبر که یک عدد 6 رقمی هستش اگر شما رو کنید به لینک فایل ما که آدرس آن در این سلاید برای شما نشان داده شده است https://efile.assessor.colacaus، شما میتونین به لینک ای فایل ما مراجعه بکنید. این مراحل ای فایل درست مانند پست قبلی، مراحل ای فایل دقیقا مثل شرحهایی که راجع به اظهارنامه مالیاتی کاغذی که پست شده بود برای شما توضیح دادم تقریبا خیلی مشابه هستند و خیلی آسان تر هستش که اگر شما واجد شرایط ای فایل هستین با استفاده از این امکان فایلتون رو به صورت الکترونیک به ما بفرستین. برای اینکه اگر شما میخواین از وبسایت ما استفاده بکنین و ببینین که چه جوری میتونین از فایل الکترونیک استفاده بکنین، اگر روی وبسایت ما روی property information کلیک بکنین و بعد برین business property statement filing if file این گزینه رو انتخاب بکنین، شما رو به صفحه بعدی میبره که در این صفحه ما اطلاعات عمومی، سوالاتی که اغلب از ما انجام میشه و فرمهایی رو در تپهای مختلف برای شما ارائه دادیم. اگر شما میخواین که واجد شرایط هستین و اون پین نمبر رو روی صفحه اول اظهارنامه مالیاتی میبینین، میتونین با رجوع به این قسمت هم ای فایل رو انجام بدین. فقط کافیست که این دکمه آبی ای فایل آنلاین را شما فشار بدین
شما رو به صفحه اصلی ای‌فایل خواهد بود. همانطور که گفتم این سیستم برای مراجعین به منظور سهولت مراجعین طرح شده و سعی ما برای اینه که استفاده از آن آسان باشه و در آن نکات مفید و پیغام هایی رو به استفادگر باهاش در میون میذارن که با این پیغام ها سعی میشه که از اشتباهات جلوگیری بشه و در تکمیل اظهارنامه به اونها کمک بشه. وقتی که روی این صفحه هستین، اگر شما مایل باشین که استیتمنت اظهارنامه های قبلی سالهای گذشته رو ببینین، باید به این قسمت مراجعه کنین. ولی اگر میخواین اظهارنامه مالیاتی مربوط به 2022 رو فایل بکنین، باید این گزینه فایل استیتمنت رو انتخاب بکنین. کجا میتونین پین نمبرتون رو استفاده پیدا کنین؟ همانطور که گفتم، پین نمبرتون اگر شما اظهارنامه مالیاتی ما واسهتون فرستادیم و شما واجد شرایط هستین، در قسمت اول یک عددی رو اینطوری پین نمبر میبینین و همچنین سایت فایل الکترونیکی لینکش اینجا واسهتون چاپ شده. بر فرض کمپانی 1234567000 پین نمبرش 155501 هستش، بنابراین با مراجعه با سامانه الکترونیکی فایل ما میتونن با استفاده از پین نمبر از این فایل الکترونیکی استفاده بکنن. وقتی که شما در این سامانه شماره کمپانی و پین نمبرتون رو در مکانهای مورد در این مکانهای تعیین شده قرار بدین و دکمه سابمیت رو فشار بدین، شما رو به صفحه بعدی رو در این صفحه شما میتونین اگر اگر شما بیش از یک من فرضاً بعضی از مغازه ها یا محل های کسب و تجارت بیش از یک محل رو در اختیار دارن، بنابراین این ایفایل میتونه حساب مردن یک شما یک کارتون و کمپانی شماره نظر مراجعه بکنین و انتخاب کنین که کدوم رو میخواین ببینین و کدوم رو میخواین ارسال بکنین. فرض کنین اگر شما یک کمپانی هستین و 100 تا شعبه دارین، بنابراین در این صفحه شما 101 صفحه رو برای کمپانی خودتون از محل اصلی تا شعبه ها خواهید داشت و میتونین همشون رو با استفاده از ای فایل برای ما بفرستین. قبل از این که من یادم بره، اگر شما محلی یا شعبه‌ای دارین که در حساب‌های ما هنوز درج نشده، برای محل جدید نمیتونین از این فایل استفاده کنین و باید حتما فرم بلانک 571L رو از وبسایت ما دانلود بکنین و برای محل جدید این اظهارنامه رو پر بکنید و توسط پست ارسال بکنید. متاسفانه ای فایل این امکان رو نمیده که برای محل جدید شما از این امکان استفاده بکنید. همانجور که گفتیم، برای ای فایل هم ما 5 مرحله یا 5 قسمت داریم. مرحله اول مربوط به مالکیت هستش. در این صفحه اطلاعات مربوط به مالکیت رو، اسمش رو، اگر اسم دومی هستن یا
doing business as دارن اینجا شما فرضاً این اینو این اطلاعات رو به ما میدین. اگر بیش از یک خط لازم دارین از قسمت دوم استفاده میکنین. اگر مکاتباتتون به کس دیگه ای باید کراف پست بشه اینجا از این قسمت استفاده میکنین. ایمیل ادرستون رو واسه ما حتما اینجا درج میکنین. قسمت آدرس پستی و محل قرار گرفتن تجارت رو در این صفحه به ما گزارش میدین. اگر این قسمت پایین صفحه رو شما توجه بکنین، اگر محل تجارتتون تغییر کرده یا باید کورکشنی انجام بشه، لطفاً از این دکمه ها استفاده بکنین تا سیستم ای فایل تدارکات لازم رو انجام بده. قسمت بعدی اطلاعات عمومی است. در این مورد در این قسمت شما راجع به اطلاعات عمومی به ما گزارش میدین. نوع بیزنس، شماره تلفن، فاکس، آیا صاحب زمین محل تجارتتون هستین یا نه؟ اگر بله، آیا زمین به نام شما ثبت شده یا نه؟ در چه تاریخ این بیزنس رو در این مکان شروع کردین؟ محل اگر باید این قسمت رو شما آپدیت بکنین، میتونین آپدیت بکنین اینجا. محل نگهداری دفاتر حسابداری و شخص مورد اعتبار که میتونین با اونها سوالاتمون رو در میان بذاریم. و دقیقا مثل اون فرم کاغذی، اینجا هم با فرم الکترونیکی همون اطلاعات رو با استفاده از این قسمت به ما گزارش میدید. در این قسمت شما پراپرتی یا دارایی خودتون رو اعلام میکنین. تدارکاتتون رو درست مثل صفحه اول اظهارنامه اینجا، اگر شما قبلا با ما ایفایل کردین، همه ارقام ایفایل شده اینجا دارن و شما میتونین از این ارقام استفاده کنین و اونها رو تصدیق کنین. فرضاً اگر تدارکات شما امسال هم $1,250 هستش، هم رقم رو بذارین یا رقمتون رو تغییر بدین. برای اکویپمنت سال قبل فرضاً این شخص حقوقی یا حقیقی $60,754 جمع کلش بوده که به ما ارائه داده، و برای اینکه ببینه جزئیاتش چیه و اون آپدیت بکنه، باید این گزینه ویو و آپدیت رو انتخاب بکنه. اگر در این قسمت شما اگر تقسیم بندی رو مشاهده میکنین که باید اضافه بکنین و در این قسمت جا نمیگیره، شما میتونین یه تقسیم بندی و کاتگوری جدیدی رو انتخاب بکنین و یک دسته بندی دیگه رو به ما گزارش بدین. دوباره این قسمت مربوط به اظهار دارایی است که شما از دیگران به اجاره گرفتین، مانند اجاره like equipment یا تسهیلات و ماشینالاتی که اجاره دارین، vending equipment و شاید equipment یا دارایی که از سازمان‌های دولتی در اختیار دارین، اینا را هم در این قسمت شما به ما گزارش میدین. همونجور که میبینین در بالای صفحه ما 5 step یا 5 قسمت رو داریم واسه شما توضیح میدیم و این قسمت یا tab 4 هستش.
تب پنجم شما اظهارنامه رو باید الکترونیکی سرتیفای بکنین یا تایید بکنین که شما این همه این اظهارنامه رو بررسی کردین و تعدیلات لازمه رو انجام دادین و برای ما میفرستین و وقتی که اینو سرتیفای کردین و سابمیت کردین به عنوان امضای الکترونیکی محسوب خواهد شد. یادتون نره که پس از همه درج همه ارقام و تغییراتی رو که باید بدین این دکمه سابمیت استیتمنت رو بزنین و پس از دکمه سابمیت استیتمنت به شما یه پیغامی رو میده که شما اظهارنامه‌تون کامل هستش و ما توسط این کانفرمیشن نمبر به شما اعلام کنیم که در این تاریخ و در این زمان شما اظهارنامه‌تون رو به صورت الکترونیکی با ما فایل کردین و این قسمت رو هم حتما توصیه می‌کنیم که چاپ و برای خودتون برای نگه دارین. شاید لازم باشه که از این confirmation number و date استفاده بکنیم و به ما مراجعه کنیم تا راجع به فایلتون با ما صحبت بکنیم. برای اگر شما لازم دارین که بعد از اینکه ما محاسبات رو برای قبض مالیاتیتون انجام میدیم محاسبات رو برای شما بفرستیم، این کارکردها و جدولها در ای‌فایل وجود دارن برای سالهای قبلی. برای سال جاری بعد از اینکه ما دوره کاریمون در راجع به امسال تموم شد و بیلینگ خودمون رو انجام دادیم، اونها در دسترس مالیات پردازان قرار خواهد گرفت. این سلاید نمونه ای از این جدول کارکردی محاسبات ما واسه شما نشون داده شده. فرضاً اگر شما در سال 2006 اسباب اساسی اداری به میزان 6953 دلار به ما اعلام کردین، ما از جدولی استفاده می‌کنیم و نسبت‌های و درصد‌هایی رو به اون شامل می‌کنیم و قسمتی که راجع به محاسبه میشه مثلا برای در مورد این 6953 دلار 2642 دلار هستش و رقم کل فرضاً هزینه‌ای که شما اعلام کردین 10,331,000 هستش و رقم کل ارزیابی شده 5,362 دلار می باشد. لازم به تذکر هستش که property statement یا 571L یا اظهارنامه مالیاتی که در این وبینار من با شما صحبت کردم چه به صورت پستی چه به صورت الکترونیکی فایل شده باشد یک سند قانونی حساب میشه و میتونه مشمول حسابرسی باشه. اگر و نه تنها حسابرسی در مورد امسال قرار امسال میتونه باشه، ولی حسابرسی میتونه به 4 سال گذشته هم برگرده. این وبینار در اینجا به پایان میرسه، ولی اصولا ما همیشه سوالاتی رو مالیات پردازان با ما در میان گذاشتن و من خلاصه ای رو از این سوالات برای شما اینجا ارائه میدم. سوال اول اینه که این سوال رو توی سلاید های اولیه من کاور کردم که چجوری
چجوری محل کار یا بیزنس شما رو ما پیدا کردیم؟ و جوابش اینه که بازرسی مناطق تجاری در حوزه ال کانتی توسط ارزیابی نداره، اظهارنامه های مالیاتی، حسابرسی، وبسایت های صنایع و تجاری، انتشارات تجاری، روزنامه ها، اینترنت، اجازه نامه های مالیات بر فروش، پروانه های کسب، مجوز فروش مشروبات الکلی و سایر منابع رو ما استفاده می کنیم. سوال دوم اینه که قبض مالیاتی من نشان میده که این مالیات برای دوره سال مالی July 1st 2022 تا June 30th 2023 رو در بر میگیره. اگر این مالیات پرداز از ما میپرسه که اگر من دارایی شخصی تجاری خودم رو قبل از این دوره فروختم، آیا هنوز مشمول این مالیات هستم و باید قبضم رو بپردازم؟ و جواب سوال بله است. بله، شما هنوز لایبل هستین و این قبض معتبری هستش و باید شما این قبض رو بپردازین. چرا؟ چون تاریخ مهم در مورد حساب‌های ما در مورد مالیات، همونطور که در یک سلاید برای شما شرح دادم، اول ژانویه می باشه، January 1st، یا همونطور که گفتم اونو لین دیت میگیم. اگر در این تاریخ شما صاحب این اموال بودین و آن رو در اختیار و کنترل داشتین، این مالیات به شما مالیات درست حساب شده و شما باید این مالیات رو بپردازین. این سال مالی اول جولای تا آخر جون 2023 یک دوره ای رو نشون میده که ما از درآمدهای مالی به شهرهای مختلف اختصاص میدیم و بین شهرها این درآمدها رو توزیع میکنیم تا برای کارکردهایشون مثل فایر دیپارتمنت، سکولز، رودز اونا رو استفاده بکنن. سوال سوم اینه که سررسید قبض مالیاتی در چه تاریخی است؟ قبضهای مالیاتی ساعت 5 بعد از ظهر آگست 31 آگست سررسیدشونه و این آگست 31 آگست تاریخ بسیار مهمیه. اگر قبض مالیاتیتون رو بعد از این تاریخ ساعت 5 بعد از ظهر آگست 31 آگست شما پرداخت کنین، دیر کرد بهتون تعلق میگیره و جریمه باید بپردازین. در قسمت سال دیگه اینه که چجوری مالیات رو حساب میکنیم، درصدش چیه؟ و جواب این سوال این است که درصد مالیاتی مورد محاسبه 1% است، یعنی پس از محاسبه کل ارزش ارزیابی شده ما 1% اون رو به عنوان مالیات حساب میکنیم. ولی باید توجه شما رو به این مسئله جلب کنم که محاسبات مالیاتی شما میتونن شامل سایر ارقام که مالیات خاص شهری هستن هم قرار بگیرن. این مالیات های خاص شهری در زمان های رایگیری ها توسط عموم تایید میشه و برای مکان های جغرافیایی مختلف در ال کاندی مختلف میشه و بسته به شهر و مالیات هایی که برای اون قسمت و اون جوریسدیکشن توسط همونطور که گفتم رای دادن تایید شدن روی قبض مالیاتیتون اونا رو هم خواهیم دید. سوال بعدی اینه که اگر هزینه کل اموال و دارایی های شخصی تجاری شما کمتر از $100,000 می باشد ولی شما از طرف اداره ما اظهارنامه مالیاتی دریافت کردین، آیا الزاماً باید این اظهارنامه را پر کنین یا نه؟ و جوابش مثبت هستش، بله حتماً. شما فرقی نداره که چقدر هزینه کل اموال و دارایی شخصی تجاریتون چقدر هستش، اگر از طرف ما این اظهارنامه رو دریافت کردین شما طبق قانون موظف هستین که این اظهارنامه رو پر کنین و برای ما فایل کنین و بفرستین.
سوال دیگه این است که اگر من با محاسبات ارزش کل نظرم اینه که شما اشتباه کردین یا موافق نیستن، چه کار میتونم بکنم؟ توصیه ما اینه که اول با دفتر محلی که مسئول ارزیابی تجارت یا محل تجاری یا بیزنس شما هستن اول تماس بگیرین، با ارزیاب‌های ما صحبت کنین، اونها توضیحات لازم رو برای شما خواهند داد، سعی میکنن به سوالات شما جواب بدن. ولی اگر همچنان بعد از مشاوره با ارزیاب‌های ما به نظر شما این محاسبات درست نیست و شما موافق نیستین، شما حق دارین که درخواست تجدید نظر بکنین و تا تاریخ نوامبر، 30 نوامبر هر سال، فرضاً اگر شما فایل مالیاتی 2022 رو فایل کردین، تا 30 نوامبر سال 2022 شما وقت دارین که به به تجدید نظر، یه فرم خاصی هستش که باید پر بکنین و برای درخواست تجدید نظر ارزیابی رو انجام بدین. اگر شما این سوالو دارین که شما با محاسبات ارزش کل موافق نیستین و چه کار میتونین بکنین، ما توصیه میکنیم که با دفتر محلی مسئول ارزیابی تماس بگیرین. ارزیاب‌های ما در خدمت شما هستن و میتونن توضیحات لازم رو و جواب‌هایی رو به سوالات شما جواباتون رو بدن. اگر همچنان با این توضیحات و سوال و جواب شما همچنان عقیده دارین که محاسبات انجام شده درست نیستن و نظر دیگری در مورد این دارین، شما حق دارین که درخواست تجدید نظر ارزیابی فایل کنین. و فقط من میخوام توصیه بکنم که این درخواست نباید دیرتر از نوامبر 30 فایل بشه. فرضاً امسال اگر شما اظهارنامه مالیاتیتون رو فرستادین و میخواین درخواست تجدید نظر ارزیابی فایل بکنین، حتما قبل از تاریخ نوامبر، 30 نوامبر، این درخواست رو فایل بکنین. سوال دیگه ای که اغلب از ما پرسیده میشه اینه که اگر من درخواست تجدید نظر فایل کردم و منتظر رسیدگی به فایل و دادگاه و تاریخ دادگاه میباشم، آیا هنوزم باید قبض مالیاتیمو بپردازم یا نه؟ و جوابتون مثبت هستش. بله، قبض مالیاتی یک سند معتبر هستش. این قبض معتبره و شما باید حتما اونو پرداخت بکنین. البته دادگاه اختلاف نظر بعدن مورد بررسی قرار خواهند داد محاسبات رو، ولی شما باید قبضتون رو پرداخت کنین اگر اشتباهی در حسابرسی انجام شده یا این قبض بعدن تعدیل بشه. قسمت اضافه یا مورد اختلاف حتما به شما باز پرداخت میشه. سوال دیگه اینه که شماره تلفن هیئت تجدید نظر ارزیابی یا assessment appeals board چی هستش و شماره تلفن در شده روی این صفحه 213-974-1471 شماره تلفنی است که شما میتونین توسط اون با هیئت تجدید نظر ارزیابی تماس بگیرین. سوال بعدی اینه که اگر اظهارنامه دریافت کردم و اگر اونو من فایل نکنم یا جوابی بهش ندم، چه اتفاقی میفته؟ اگر شما اظهارنامه ملزم به فرستادن اظهارنامه هستین و اونو از ما دریافت کردین و یا $100,000 دارایی دارین و اظهارنامه‌تون رو فایل نکنین،
ما همچنان مالیات شما را بر اساس تخمین ارزیابی خواهیم کرد و جریمه 10% برای عدم ارسال اظهارنامه به آن اضافه خواهد شد. سوال دیگه اینه که آیا من میتونم پایان اظهارنامه مالیاتیم رو به صورت الکترونیکی بفرستم؟ و جواب این است که اگر شما واجد شرایط برای فایل الکترونیکی باشین، توسط پست به شما اعلام میشه. و همچنین اگر توجه کردیم به اسلاید های گذشته، وقتی ما اظهارنامه مالیاتی سال امسال رو برای شما فرستادیم، اگر شما واجد شرایط هستین، در قسمت بالای صفحه اول یک پین 6 رقمی شما مشاهده میکنید. اگر شما معتقدین که در دارایی‌های شما از مالیات معاف هستند، سوالتون اینه که چه کار باید بکنین؟ ما شما رو توصیه می‌کنیم که با بخش معافیت‌های مالیاتی دفتر ما با شماره تلفن 213-974-3481 تماس بگیرین و از سرویس این قسمت دفاتر ما استفاده بکنید. سوال دیگه اینه که آیا شماره تلفن های رایگان برای کسب اطلاعات مالیاتی وجود دارن؟ و جوابش اینه که بله، شما میتونین با شماره تلفن 888-807-2111 تماس بگیرین، به گزینه های منیو گوش بدین و گزینه اسسور را انتخاب بکنین، گزینه ارزیاب را انتخاب بکنین و این به شما این امکان رو میده که با یکی از همکاران ما راجع به سوالاتتون صحبت کنین و سوالاتتون رو با ما در میان بذارین. من به پایان وبینار رسیدم. از آقای جفرنگ و همکارانم خیلی متشکرم که این امکان را برای ما فراهم کردن که این وبینار را برای هموطنان فارسی زبانمون در یک مهلت خیلی کوتاه فراهم کنیم و بهشون برایشون تدارک ببینیم. امیدوارم که این وبینار برای شما سودمند باشه. متشکرم. در این سلاید هم شما میتونین به وبسایت ما و همچنین با شماره تلفن عمومی ما 213-974-3211 یا به وبسایت ما assessor.lacounty.gov مراجعه کنین و از اطلاعات بسیار مفید در این وبسایت استفاده بکنین و اطلاعات کلی رو در مورد تمام اقلام و موردهای مالیاتی کسب کنین. از توجه شما به این وبینار خیلی متشکرم.